با درود بر شما هموطنان محترم، بینندگان عزیز، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و 25 از ماه اپریل. در روزهای دوشنبه به مدت 1.5 ساعت خدمتتون هستم در باب مطالب مختلف صحبت میکنم. البته اصل قضیه بیرون کشیدن دروغهای تاریخی است. نامش را هم مغالطات گذاشتیم، چون در سایه مغلطه است که می شود عوام رو فریفت و به این روزگار انداخت. داستان خمینی فراموش نکنید. با دروغ و مغالطه مردمی که جستجوگر آزادی بودند به درکات استبداد فرو انداخت این حمامه به سر. خب هفته سعدی است. سعدی از مفاخر بزرگ ایران زمین و از ستونهای نیرومند زبان پارسی است. سعدی بی اندازه هوشیار و رند بوده. شما اگر در بوستان سعدی نگاه کنید و در گلستان سعدی میبینید بیشتر انتقاد هست، نقد میکند. دستورات اسلام عزیز رو نقد میکنه با ساختن داستانی و آوردن مطلبی. این رو بایستی ما خدمت شما عمری باشد گلستان و بوستان رو هر دو خدمتتون بخونیم، شما ببینید زیبایی و لطافت و نظر تیز سعدی. یه داستان کوتاه میکنم خدمتتون از بوستان که در باب احسان هست. احسان یعنی نیکی کردن. خب میگوید: شنیدم که طی در زمان رسول نکردند منشور ایمان قبول. طی طایفه‌ای بوده است در عرب و یکی از رجال این طایفه بی اندازه در تاریخ کل منطقه مشهور است و اون حاتم بوده، حاتم تایی. چون نمیشود بگویم تیی، شده از حاتم تایی. این حد سبنه. حاتم مرد بسیار بسیار بخشندهی بود، مرد بسیار نیکنامی بود. عرض کردم مردم عرب پیش از اسلام که دوران جاهلی میگن جاهل نبودن، اسلام که آمد جاهل شدن. تا پیش از اسلام خونریزی نمی کردن، مگر جنگ می شد سر یه شطور یه چیزی که دو نفر و اینها، به هم احترام می گذاشتن. آزادی مذهبی بود، آزادی دینی بود، آزادی زنان بود. زنان می توانستن به مدارج بالا برسن اگر داره استعداد بودن. ناقدین سخن بودند، شعر نقد میکردند. شعرهای بزرگ باش اشعار خود رو پیش بعض زنان میبردند برای حکمیت. همچنان که ام جندب که همسر امرالقیس شاعر بزرگ عرب بوده بین شعر شوهرش و شعر رقیبش قضاوت کرده. بعد که اسلام عزیز آمد بین عرب فساد افتاد، نفاق افتاد، برادران رو دشمن برادران کردن، کشتار، غارت، گرفتن اموال و کینورزی با مخالف، به میان انداختن واژگانی نظیر مفسد فی الارض، مثل کافر، مثل مرتد، اینجور داستان ها عرض میکنم که به میان آمد و مردمی که با هم زندگی میکردند و نه تنها
با خودشون مشکلی نداشتن، دیگران هم می آمدن، هر کس از هر جا فراری می شد به خاطر دین می آمد اونجا، کما آنکه یهودیان مدینه که 5 قبیله بودن از حمله رومی ها گریخته بودن 5-6 قرن شاید پیش از آمدن اسلام عزیز، اینا با هم می زیستن. اسلام آمد بین اینها فساد و نفاق ایجاد کرد، خونریزی و برادرکشی گسترش داد که یک الله هست به ما این رو گفته، بقیه باطل هستین، هر کس هم با الله ما خصومت داره یا الله ما رو قبول نمی کنه سرش می برین و می بریدن. این داعشی ها بودن، تفاوت نیست بین داعشی ها و اونها، هیچ تفاوتی نیست در عمل. چنان فسادی در منطقه پیدا شد که نظیرش کمتر دیده شده و تشویق شد به اینکه بروید آقا دیگران رو به ضرب شمشیر مسلمان کنید و هر کس هم قبول نکرد قتل عام کنید، زناشون رو بیارید اینجا میفروشیم، بچه هاشون هم بیاریم بفروشیم. زد بر من این مطلب رو گفتن که روشن بشه. تی قبیله ای بود تا زمانی که حاتم زنده بود به احترام حاتم حمله نمی کردن مسلمانان. پیغمبر اسلام بی اندازه احترام داشته برای حاتم. این داستانی در تاریخ هست که ایشون دستور داده بود که به کفار سلام نکنید. حاتم رد می شد یک روز و پیغمبر اسلام سلام بلند بالایی کرد برد و بالای مجلس نشان، همه اصحاب و اینها متحیر و متعجب که پس چه شد. خود ایشون دستور داد که به کفار سلام نکنید. اینها بعد از رفتن حاتم سوال کردن، ایشون گفته است حاتم مرد بزرگی است، بخشنده و کریم است و احترامش واجب است. حالا ایشون رفته فرستادن برای گرفتار کردن و مسلمان کردن، اتفاقا حضرت علی بن ابی طالب کرم الله وجهه رو فرستادن، دو تا ماموریتی بهشون دادن خیلی جزئی بوده، یکیش این بوده. خب سعدی میگوید چی؟ شنیدم که تی، یعنی قبیله تی، در زمان رسول نکردن منشور ایمان قبول. آقا ما مسلمون نمیشیم. خب بعد چی شد؟ فرستاد لشگر بشیر نظیر. بشیر نظیر، اینا دو صفت هست که به پیغمبر داده، سعدی البته نداده. تاریخ عرب ایشون رو بشیر نظیر میشناسه. بشیر یعنی بشارت دهنده، نظیر یعنی کسی که میترسونه شما رو، ترساننده. فرستاد لشکر بشیر نظیر یعنی پیغمبر، کسی که میترسان و بشارت هم میداد. فرستاد لشکر بشیر نظیر، گرفتند از ایشان گروهی اسیر. فرمانده اینا حضرت علی بوده، مولای متقیان. گرفت، دو تا شمشیر هم داشت، شمشیر خیلی خیلی استادانه بودن، آویزون کرده بود به بتکدهش که اگر کسی به این قبیله حمله کرد شما میتوانید دو شمشیر رو بردارید از قبیله دفاع کنید. اون دو شمشیر هم حضرت برداشتن آوردن و تقدیم کردن، شد جزء آلات و ابزار شخصی پیغمبر اسلام. خب اینا رو دیگه سعدی واردش نمیشه، میخواد یه نکته ای در احسان بگه، اونتا یه گوشه ای زده به این داستان. بفرمود کشتن به شمشیر کین، یعنی بشیر نظیر حضرت رسول باشد، دستور قتل صادر کرد که ناپاک بودند و ناپاک دین. از نظر ایشون خب ناپاک بودن دیگه، مسلمان نبودن، مسلمان نباشی نجسی، آقا میری جهنم.
بله. زنی گفت من دختر حاتمم، بخواهید از این نام بر حاکمم، کرم کن به جای من ای محترم. به جای من یعنی در حق من، این دیگه منسوخ شده در زبان فارسی. فردوسی میفرماید همه هر چه کردم سزای من است، ز تو نیکویی ها به جای من است، یعنی در حق من. کرم کن به جای من ای محترم، که مولای من بود از اهل کرم. به فرمان پیغمبر نیک رای، گشادن زنجیرش از دست و پای. در اون قوم باقی نهادن تیر، رانن سیلاب خون بی دریغ. به زاری به شمشیر زن گفت زن مرا نیز با جمله گردن بزن. مروت نبینم رهایی ز بند، به تنها و یارانم اندر کمند. همی گفت و گریان بر احوال طی، به سمع رسول آمد آوای وی. این داستان کمپلیتلی اختراعیه، تاریخ این رو گزارش نمیکنه. حالا عرض میکنم تاریخ چی بود. ببخشود اون قوم و دیگر عطا، که هرگز نکرد اصل و گوهر خطا. خب این دیگه لطف و مرحمت و بزرگواری شیخ اجل سعدی. داستان، اصل داستان این است که وقتی مولای متقیان کرم الله وجهه تشریف بردن به طی، پسرش گریخ که بعد مسلمون شده از شمشیر زنان اسلام شده ماند، دخترش پیرزنی بود، اینو اسیر کرد، دستاشو بس انداخت جلوی شطور و اونجا رو غارت کرد و آورد. وقتی آورد، پیغمبر پرسید داستان چیست؟ گفت برادرش گریخ، من همین اسیر کردم و بردم اینجا خدمتشون. این خانم پیرزن، گزارش تاریخش اینه در طبری و باقدی و غیره، گفت که من دختر حاتمم، یک عمری پدر من خدمت کرده به مردم، شما میشناسی، سزای زنجیر نیستم، با این خفت و خاری منو آورین اینجا. دستور دادن که یک خیمه براشون درست کردن و فردا با کاروانی که میرفت برش گردوندن به قبیلش. ولی بقیه رو، این داستان رو سعدی بزرگ ما با سلیقه خودش تغییر داده. بر صورت چون هفته سعدی است، ما این کتاب رو باز کردیم و این داستان آمد، گفتم خدمتتون بخوانم، با قبیله تی هم آشنا بشویم. خب پیش از اینکه برویم جلوتر، ما قریب 30 سالی هست که در حال دویدنیم. اونچنان متمرکز به مطالب و اونچنان عرض کنم که دوان به دنبال آزادی که از خود غافل شدیم. حالا بمانم عرض میکنم خدمتتون که ما در این مدت یک بار فقط چند روزی مرخصی رفتیم و همین، ما بقی خون جگر خوردن بود است. و عرض کنم که برنامه اجرا کردن بود است و از بعضی جبهه ها کلوخ خوردن، از بعضی جبهه ها نقشه قتل کشیدن، از بعضی جبهه ها فحش و اتهام و هرچی بگویی بله گرفتن، و از اکثر شما برادران خواهران من محبت گرفتن، و این بالاترین دستاورد زندگی من بوده، محبت شما.
مقصود از این داستان این که یک مرخصی کوتاهی بنده خواهم رفت، شاید 10 روزی، ببینیم چی میشه. اگر میسر بود از راه دور با همین دستگاه خدمتتون خواهم بود، اگر میسر نبود عرض کنم که حتما یک فکری خواهم کرد آقای شجره که چه چیزی پخش کنم، حالا برنامه گذشته است یا یه چیز دیگری در صورت. خب این هم مطلب دیگر. امروز میخوام خدمت شما به 2 مطلب اشاره کنم. یکی داستان هویت ملی ما با این آخوندهای محترم که خیلی خیلی عرض کنم که داستان مهمی است. یکی هم این که به عقیده دیگران باید احترام گذاشت رو میخوایم تحلیل کنیم، ببینیم آقا این از کجا آمده، مقصود چیست، آیا به هر عقیده باید احترام گذاشت. این دو تا مطلب خیلی مهم است. اجازه بفرمایید پس از اولی آغاز کنیم. به خاورمیانه نگاه کنیم، جایی بهش خاورمیانه میگوییم که ما هم جزء این جغرافی هستیم. صدام حسین رو به یاد داریم. این صدام حسین مرد ناسیونالیستی بود، میخواست مردم جهان به او اونچنان بنگرند که به امپراتوران بابل مینگریستند. بنابراین در این راه میکوشید، کاخهای عظیم درست میکرد و اون در واقع اون ایماج رو، اون تصویر رو میخواست ارائه بکنند. صدام حسین میخواست برای این ملت یک ریشه‌ای، یک بنیادی بسازد یا ابداع بکند که این ملت دارای یک هویت تاریخی قدیم بشود، محترم بشود. این اردوغان در ترکیه، این هم در اندیشه بازسازی امپراتوری عثمانی است، قصد ساخته چند صد نمیدونم اتاق خواب با چه عظمتی و چه خرجی که میخواهد خود رو بچسباند به امپراتوری عثمانی. یعنی این که ما هم دارای عظمت بودیم، شما به ما به دیده احترام بنگرید، ما دارای هویت تاریخی هستیم که البته بیشترش جعلی است به نظر من، و در این راستا میکوشن. خودش هم گفته است. به این اعراب عربستان نگاه کنید، ثروت ها خرج میکنن در اروپا که به مردم جهان بگویند مثلا حکیم ابن سینا عرب بوده، یا محمد ابن زکریای رازی، یا خارزمی، یا ابوسهل مسیحی، یا ابو ریحان بیرونی، اینا همه رو عرب معرفی میکنن. به چه دلیل؟ برای اینکه برای خودشون احترام کسب کنن، هویت. هویت آدم بیابانی که هویتی نداره. ما داریم چه میکنیم؟ کشور ما تنها کشور واقعی هزاره‌ای، یادگار امپراتوری های عظیم و شأن گذشته ایران، سرزمین دلاوران، دانشمندان، فرزانگان، ما کجای کار هستیم؟ از بام تا شام مشغول پاک کردن هویت ملی این سرزمین هستند و تقدیس حبیب ابن مظاهر. این حبیب ابن مظاهر رو من کردم سمبل همه این گره های اون سوی دجله و فرات.
خب اینا دوز بودن یه ده، بعد دوز یه دهشون که بیارزه شدن دوزا گدا شدن، گداهاش نصیب ما شد. از فرهنگ و تمدن چند هزار ساله ایران یک عید نوروزی هست که این هم هر روز نقشه میکشن که یه کارش بکنن، این هم گلمالی بکنن. هر چه هست متعلق و به نام اولاد ابو طالبه. حالا ابو طالب چه کار این مملکت من نمیدونم بابا. یکی دوتا هم که نیستن، هر روز یک مش خشت طلا رو بار کردن و سفها هم به دورش اینو بوسه میزنند و اینها. ثروت ملت ایران قصد ساختن میفرستن اون طرف. حالا اسلام عزیز که پیدا شده بود لشکر میفرستاد غارت میکردن. امروز خودمون بار میکنیم را میبریم اونجا، لازم نیست دیگه لشکر. بله، هر روز داستانه، عرض میکنم که شهادت یکی از اینهاست که بخش عمدهش هم دروغه. بسیاری از اینهایی که به شما گفتن اینا شهید شدن، اینها تا 80 سال زندگی کردن برابر پروندهشون در تاریخ. پنداری این مملکت هیچ رجلی نداشته، هیچ افتخاری نداشته، هیچ بزرگی نداشته، هیچی نبوده. مالکیت ایران از اولاد ابو طالبه، به خصوص حضرت علی علیه السلام و بچه هاش. گنبد و بارگاه هر روز ساختن، عرض کنم که مشغول ساختن هستن، سادات رو دارن پیدا میکنن، نه تنها در ایران، در آفریقا و جاهای دیگه پیدا میکنن. آقا شما اجازهتون به سادات میرسه و اینا، ما یه ماهانه برای شما معلوم کنیم که در اسرت نباشید خدا نکرده. اگر ملت ایران در واقع اجازه داده بود در همون سفری که خلخالی به شیراز کرد و یک بانوی آبستند رو تیرباران کرد و این در پرونده اعمال آیت الله روح الله خمینی باقی مانده است و میماند، تخت جمشید رو هم خراب میکرد. آقا حداقل یک اعتدالی و یک عدالتی رو رعایت کنید. آقا این ملت زحمت کشیده در طول تاریخ، نمیشه که همه چیزش رو نادیده گرفت و همه شد مال اولاد ابو طالب. هر روز عزاداری یکی از ایناست. این ملت یک جون نشاط، یک ذره آزادی لازم داره. نفس بکشه از دست شما، خفه کردی این مردم رو با این اولاد ابو طالب. آقا هر آدم بزرگی رو شما بیان در نظر بگیرید، از شخصیت های تراز اول جهانی، اینها در جهان مشهور هستن، اما بیشترین احترام و عزت رو در کشور خودشون دارن. شما بروید هندوستان بگوید آقای ابراهام لینکلن رو میشناسید؟ بله بله، خیلی مرد خوبی بود، احترام داریم براش، اما عمده شهرت و احترامش در منطقه خودشه، در اینجاست، مجسمهش اینجاست، یادگاراش اینجاست، مقبرش در اینجاست،
کتاب ها در اینجا نوشته میشه هنوز در شأن آبراهام لینکلن. گاندی برعکس، گاندی مرد هندی است، در جهان مشهور است، همه به گاندی احترام دارن، اما بیشترین احترامات در هندوستانه. در جایی که پای به این جهان گذاشته، شما تشریف ببرید عربستان، آقا بیستید از این حاجی های عرب، آقا شما ما محمد باقر رو میشناسید که من قسم امتحان ناکرده سوگند میخورم از هزار نفر یه نفر نمیدونه ما محمد باقر کی است. ما موسی کاظم رو میشناسید؟ راجع به چی داره حرف میزنه؟ اما حسن عسکری نمیشناسی؟ مسلمان انا اینا مال اونجا بودن، کسی نمیشناسه اینا رو. حالا ما مشکلی با اینا نداریم، اما حق ما رو دارن میخورن، به زور چماق چند تا آخوند. یه آماره بگیر آقا، خدا خوندا بفرستن چند نفر اونجا بپرسن از این حاجی ها که میان از پاکستان، از این 53 کشور اسلامی، ما محمد باقر هم میشناسی علیه السلام؟ میبرو دنبال کار زندگی اون دیگه که. اما در کشور ما اینا خدایان هستن، خدا رخت بربسته از این مملکت، خدایان اولاد ابو طالب هم. آقا خدا رحمت کنه این ابو طالب، خدا ابو طالب هم که مسلمون نشد. هرچه التماس کرد پیغمبر، گفت پسر برو دنبال کار زندگی، میخوای زنان عرب به من بخندند و بگویند ابو طالب بزرگ قریش در لحظه مرگ از بیم مرگ دین اجدادی خودش رو فرو گذاشت، برو دنبال کاره. ایران زمین ما تعلق پیدا کرده، خراسان رضوی، خراسان رضوی کاجی که روی سوی خراسان نکرده بود، مأمون و ننگ ما نشدی این دکانیا. این یه بیتی بود از یه قصیده که در باب یک موضوعی ما گفتیم چند پیش. کاجی یعنی کاشکی، کاجی که روی سوی خراسان نکرده بود، مأمون و ننگ ما نشدی این دکانیا. سرزمین خراسان، سرزمین دلاوران و فضلاء بزرگ تاریخی شده خراسان رضوی. اینا چرا در مملکت خودشون، در زادگاه خودشون چیزی به نامشون نیست؟ برید بپرسید آقا خراسان رضوی. از کجا آورده؟ این سرزمین متعلق این به این ملت هست؟ نام ها بایستی از قهرمانان بینی که از این بین این ملت برخواستن و از شرف و حیثیت و خون و خود این سرزمین دفاع کردن باید به نام اونها باشد، نه به خانم خراسان رضوی. تشریف بردن اینجا برای حکومت، نشد. مأمون بسیار مرد روشن فکری بود، کسی که نماز، یعنی نماز گذارد به جسد اسحاق موسلی، بزرگترین موسیقیدانها بود. صحبت کردید بابا عجب آخوند بیشتر نیستی شما؟ خب
اون دو شب باردار قرآن بخونه، حرام حلال کنه، این حرام اون حلاله، این حرام اون حلاله. بعضی ها میگویند این مشیری هم دین ستیزه، دین ستیز. آقا من هیچ دین ستیزی با هیچ دینی ندارم. عزیزان خودتون نگاه کن، مردم باید آزاد باشن، دولت باید دینی نباشد و از حقوق پیروان ادیان مختلف سیانت بکند. اگر این اتفاق افتاد بنده حاضرم جلو دسته سینه زنی امام حسین سینه بزنم، زنجیرم بزنم. داستان داستان دین ستیزی نیست، داستان داستان ستیز با عدالت است در اینجا، در این سرزمین ما. یک سره رفته در حلقوم ملا و شیخ و آخوند و این لاتایلاتی که 1300-400 سال گفتن و این اراجیفی که نوشتن و ملتی رو در عمق خرافات فرو بردن و این دولت‌های بی ارزه 100 سال پیش تا به امروز نتوانستن این مردم رو از خرافات بیرون بکشن. یک آتاتورک توانست در روزگار قدرت خودش مردم ترکیه رو از این پل بجهاند. ولی ما نتوانست. دین به جای خودش محترم اما دین دولتی و دولت دینی میسر نیست، میسر نیست، نشده، در دنیا نمیشه، نداریم. نگاه کنید این جغرافیای دنیا رو بذارید، خوشبختانه یه گوگلی هست، همه چیز جهان در سر انگشت شماست. بزنید جغرافیای جهان، اینجا بحث دین ستیزی نیست، ستیز با عدالت است که در ایران داره به طور روزمره اتفاق میفته و هرچه بخواهند میکنند و هرچه بخواهند میگویند و هر ستمی که میسر هست در حق ملت روا میدارند و هر تحقیری که میسر هست در حق تاریخ این سرزمین و گذشته این سرزمین و بزرگان این سرزمین روا می‌دارند. از اون سوی قضیه اون چه احترامات در جهان هست در حق چهار تا سید، روز به روز هم بر تعداد این امامزاده ها و این مساجد و اینها هم اضافه می‌شود. این است که ساکت نشستن و به روی خود نیاوردن به نظر من از رذیلت هاست. اینها مشکلات مملکت ماست، باید در باب اینها صحبت کرد. ما چه مردمی بودیم و در چه ذهنیتی بودیم که یک آخوند بی سواد، آیت الله خمینی مرد بی سوادی بود و آیت الله هم نبود، این مرحوم شریعت مداری یه آدم ملی بود، آدم روشنی بود. عرض کنم که برای اینکه یه وقت این آقا رو نکشن آمدن و یک نامه درست کردن که این مرجع به آیت الله است. آیت الله نرسیده از راه، اولین کارش توهین به پرچم مملکت بوده. یه مردم در سر تا سر ایران زمین نبود که بیا آقا تو چی میگی ملا؟ پاک کنید اون شیر و خورشید ملعون را. وقتی یه ملتی بیسته و تماشا کنه که یه ملا آمده
پرچمش توهین میکنه دیگه، بقیه قضیه دیگه واضحه. این در چیز که بود زیر درخت سیب، این حالت همون انکسار و عجز و اینها که خاص آدم های عرض کنم که ریاکار اینهاست. من یک طلبه هستم، من میروم در قوم مینشینم. وقتی آمد دید که مردی تو مملکت پیدا نمیشه، من تو دهن این دولت میزنم، من حکومت درست میکنم. رفتن گفتن آقا این ملت برای آزادی جون کنده، اسم این حکومت بگذاریم مثلا جمهوری دموکراتیک ایران یا جمهوری دموکراتیک نمیدونم اسلامی. گفت دموکراتیک و اینها رو من نمیفهمم، جمهوری اسلامی، نه کم نه زیاد. بعدم آمد رای گیری کرد، 4 نفر تو اون مملکت نبودن که بگن آقا این رای گیری تو میکنی جمهوری اسلامی بله یا خیر. مثل یه کسی رو دعوت کنه به شام، یه ظرف دوغ بذاره اونجا، بگه دوغ بله یا خیر. یارو نگاه میکنه میبینه که غیر از دوغ که چیزی نیست، میگه دوغ بله. این دوغ هم نباشه دیگه چه میشه؟ دید نه بابا کرسی نیست توی مملکت، صاف و صوف تو سینیه نقره. بعد شروع کرد به قتل عام، آدم کشی رو شروع کرد حضرت آیت الله. حالا همه اینها برای چی هست؟ شما فکر میکنید که اینها دیندارن؟ این آخوندها بیدینترین آدم ها این آخوندها هستن. اینا میخوان بنیان این حکومت رو محکم کنن از همه جهات، و اونقدر خرافات در ذهن بچه های این مملکت بریزن که این بچه های این کشور وقتی بزرگ شدن گمان کنن که اینها حاکمان علل اطلاق هستن و از آسمان آمدن، چهره قدسی خود رو میخوان اینها منور بکنن. اینو فکر نکنید اینها، این نه حضرت عباس اگه اینا گیرش بیارن جیبش میزنن. این آخوند رو دخل دخل. گفت حضرت عباس اگر آید پی یک قطره آب، مشک او را در ته نظمیه بارون میکنن. یعنی علی قصقر، گر علی اصغر بیاید در دم خانشان، در 2 پول اون طفل را 1 پول مغبون میکنن. ولی کشاره بهار گفت برق اینا. اینم داستان ماست، هویت ملی ایران. یک نوروز مونده از اون همه جشن ها، این را هم هر سال به یک نحوی، یک سال برخورد میکنه به نمیدونم شهادت فاطمه. آقا فاطمه سلام الله، کسی فاطمه رو نکشت والله به خدا. یه روز برخورد میکنه به ماه رمضان، یه روز برخورد میکنه به عاشورای حسینی، یه روز برخورد میکنه به نمیدونم مرگ حسنی. یکی و دوتا هم که نیستن که ماشاءالله. که خب این موضوع خیلی موضوع مهم نیست هموطن، داستان هویت ملی مهمترین موضوعات هست.
در ارمنستان دیده بهتون نشون دادم آقا کتاب شاهنامه تدریس میکنم. کتابش اینجا ها دیروز آوردن خدمتتون نشون دادم. ببخشید. این تصویر نقشی است از حکیم توس. این هم کتابی است به زبان ارمنی. دوست محترمی که فرستادن از ارامنه محترم ایران هستن و نوشتن که این کتاب در ارمنستان تدریس می شود. شاهنامه فردوسی. خب تا وقت نگذشته اجازه بدید در باب این که به عقاید باستی احترام گذاشت یه صحبت می بکنیم. آقا به عقاید مردم احترام بذارید. این فلان کس، این آقا به عقاید مردم احترام نمیذاره. ای بابا، ما باید اول معلوم کنیم که این عبارت و این فکریه از کجا آمده. این عبارت یادگار قرون وسطا نیست. این عبارت از سایه قانونمندی و دموکراسی در جامعه زاییده شده در واقع. یعنی در جامعه قانونمند و دموکرات و عقاید هم احترام بگذاریم. قانون معلوم می کند که در واقع چه چیزهایی رو نمی شود گفت در حق مردم. حدش رو معلوم می کند. اینجا اختلاف سیاه و سفید که بود به سیاها در ادبیات قدیم و اینها حالا میگوین افریکن امریکن، یعنی آمریکایی های آفریقایی. قدیم ها میگفتن نگرو، نگرو یعنی سیاه‌پوست. بعد یک از این واژه یک واژه توهین‌آمیزی استخراج کردن، اونو به کار می‌بردن. هر موقع میخوان توهین بکنن اونو. قانون آمد به کار بردن این واژه رو غیر قانونی کرد. برای منم به کارش نمیبرم اینجا. کسانی که تو آمریکا هستن یا بودن سری زدن میدون. چند سال پیش، حدودش شاید 7-8 سال پیش، 3 نفر رفتن نشستن سفیدپوست در مریوت هتل. یک ویتر، یک گارسون سیاه‌پوست آمد وزیراف این آقایون رو در آوردن غذا تعللی شد. یکی از اینها این اون لغت رو به کار برد، وکیل گرفتن در واقع. در واقع این 3 نفر سیاه‌پوست بودن که وارد شدن و اون آقا اون لغت رو به کار برد در حق اینها. 200 میلیون دلار دادن که نرن دادگاه، مصالحه کردن به خاطر به کار بردن اون یک لغت. حالا از این میگذره به عقیده. به عقیده آقا، به عقیده اینها توهینش بشن مردم باید عقیده شون. با کدوم عقیده؟ اول باید بیانیم عقیده رو تعریف کنیم، ببینیم دارای چه محتوایی است، نگاهش به انسانیت چگونه است، ایدئالهاش چگونه است، عملکردهاش چگونه است، بعد تصمیم بگیریم به احترام بگذاریم یا نگذاریم. با بعض عقاید بایستی تا پای جان نبرد کرد.
که اون عقاید از بین برد. خب هیتلر هم آدمی بود، رفقای زیادی هم داشت، صاحب عقیده بود. عقیدهش هم این بود که نژاد آریایی برترین نژاد هاست، به خصوص آلمان ها. و در کتابش نوشت ما بایستی دشمن های غربی رو اول از بین ببریم، یعنی بگیریم، منظورش فرانسه بود، انگلیس، و بعد دشمن شرقی روسا رو اونم سرکوب کنیم، اینها رو چیز کنیم، غیر آریایی ها رو برده کنیم، یهودی ها رو از همه رو براندازیم، بکشیم، کما اینکه 6 میلیون کشتن، و بقیه برده باشند برای نژاد آریایی و به نفعشون هست، چون وقتی با انسانهای برتر اینها کار میکنن، نوکری میکنن، و به نفعشون هست. خب این عقیده بود دیگه. 6.5 میلیون تانک و توپخانه درست شد که این عقیده رو شکست بدن. 6.5 میلیون توپ، 300,000 هواپیما سفارش، یعنی اوردر اول روزولت بود به کارخانه های آمریکایی. 300,000 هواپیما سفارش اول در جنگ با این عقیده. جهان با هم متحد شدن، متفقین، امپراتوری بزرگ بریتانیا، شوروی سابق، ایالات متحده، اینا مهم باش بودن که با این عقیده مبارزه بکنن، چون برای انسانیت هیچ ارزشی قائل نبود این عقیده آقای هیتلر و دوستانش و رفقاش. این قضیه یه قضیه دو طرفه است. تو به عقیده من احترام میذاری، من به عقیده تو احترام میذارم، ما به هم احترام میذاریم. یسای قانون، قانون هم معلوم میکنه که تا چه حدی ما میتوانیم برویم. این یک مش آخوند جنایتکار که آمدند، آیا حدی متصور بوده در جنایاتی که انجام دادن؟ آیا هرگز پاسخگوی کسی بودن در همه این امور؟ آیا اشاره‌ای کردند، معذرتی خواستند از این ملت برای تداوم جنگ و کشتار اون همه جوانان مملکت؟ آیا هیچ اشاره ای شد از زبان اینها بابت این همه دزدی ها که کردند و حیف و میل هایی که از اموال ملت کرد؟ ولی بقایتشون باید احترام گذاشت. اینها نمایندگان دین هستند و عقایدشون باید احترام بشه. به نظر من بایستی با اینها جنگ کرد و جز جنگ هم چاره‌ای ندارد. حالا ممکن است با اصلاح طلبی 6-7000 سال دیگه چی تغییر کنه. دیر شده و این جنگ دیر شده، حداقل 30 سال دیر شده. اینها از ناتسی ها یا آلمان 2000 بار بدترن و کثیفترن. من در کتاب های ناتسی ها ندیدم تفخیز، در کتاب خمینی، ناصر ابوالحسن اصفهانی و همه بزرگان شیعه
طفل شیرخوار رو می توانید بردارید، بمالید به خودتان و دفع شهوت کنید. از این کثیف‌تر چیزی شنیده اید؟ به قبر خمینی می روند و مریضاشون می برند اونجا، می بندند بچه های مریض و اینا، شفا طلب می کنند از آدم قاتل. به طور کل این جامعه در سراشیب انحطاط قرار گرفته. فهمش برای من یکی خیلی خیلی مشکله و درکش بسیار بسیار ثقیله که چگونه کله سحر شیش صبح خانم با چارقدش و چادرش میره به پشت بون جا جا گیری میکنه با نخود چکش میشن تو جیبش، بچهش هم بغلش، که اعدام تماشا کنه. چه چیز اعدام تماشاییه؟ تماشای اعدام. یک دوستی دیروز زنگ زدن به من گفتن آقا اخیراً بچه های مریض پیرمردان پیرزنان میبرن اونجا میبندن به قفل خمینی. اون زنده ها رو میکشت زمانی که بود، زنده ها رو به قتل میرسون، حالا مردش میخواد که زنده ها رو شفا بده. این همش بر گردن خود ماست. اعراب این گونه تفکر نداشتن. علامه قزوینی این نامه نوشته است به تقی‌زاده، زمانی که تقی‌زاده آمده بود به آمریکا، آلمان ها بردن در آلمان که اونجا علیه بریتانیا تبلیغات بشود به زبان های مختلف و مجله کاوه منتشر شد. تعدادی از فرزانگان ایرانی اونجا کار میکردن. در اونجا تقی‌زاده شروع کرد به خرافات حمله کردن. علامه قزوینی در فرانسه بود، کتاب تصحیح میکرد و تحقیق میکرد و اینها. برداشته یک نامه نوشته به تقی‌زاده که من به شما درود میفرستم و تبریک میگویم که شما اولین کسی هستید که پای در این میدان گذاشتید چنین و چنان، و بعد از یزید ابن محلب یاد کرده. یزید ابن محلب سردار عرب بود، آمده بود مملکت ما دزدی و غارت. جنگ گرگان سخت شد، دو بار گرگانی ها اینا رو شکست دادن. این آقا قسم خورد که اگر من به این مردم گرگان پیروز شدم اونقدر سر می برم از اینها که خون جاری بشه و سنگ آسیا بچرخه و گندم آرد بشه، من نان کنم بخورم. و همین کاری کرد. پیروز که شد و بیارید، شروع کردن گردن زدن. خونم که حرکت نمیکنه که، خون بعد از دقیقه یکی دو دقیقه میبنده، گلمه میشه به قول معروف. یکی من گفت بابا تو دنیا رم سر ببری خون را نمیفته، چیکار کنم؟ گفت آب را بنداز به آسیا، توی آب کنار آب سر ببر، بعد خونه اونایی که سر بریدی پدر سردار اسلام سیف الله این مخلوط میشه به آب،
سیاه سنگ رو به شهر در میاره و گندم میکنی، نون میکنی، میخوری، قسمت راست بشه. قزوینی میگوید تا چند قرن این مردم ما گریه میکردن سر قبر این و از این شفا میخواستن. از آدمکش قتال. تا چه رسه حالا دیگه به سادات و نمیدونم کسانی که اجدادشون وابسته هستن به جاهای بالاتر و با جبرئیل و در اون دستگاه حضرت خداوندی مناسبات داشتن، اونا که دیگه حسابشون چیز دیگری است. هر روز یک امامزاده جدید، هر روز عرض کنم که یک گنبد طلا ساخته میشه و به طرف کربلا و نجف و منصور. بچه های ایران در بسیاری جاها توی اتوبوس و یک جاهایی که بیشتر شکل طویله داره دانش می آموزن. هیچ کس هم که هیچ جوابو نیست که به هیچ کس. چراغ خاموشه، آسیا می چرخ بر خودش. حزبی هست مخالف، نه رجالی هستند محترم و مخالف که نقدی بکنند از این دولت. خودشان بین خودشان و از اوقات استکاک هایی برای منافع هست، ولی هیچ کدوم از اینها استیفای حقوق ملت هیچ ربطی پیدا نمی کنند. باری گفت این سخن پایان ندارد ای جواد. عرض کنم خدمتتون که فکر کردم این دو مورد خیلی مهم هست، بهش اشاره کردیم. خیلی سپاسگزارم که توجه فرمودید. من بایستی تا ساعت 3 یک جایی باشم. این است که ضمن سپاسگزاری از سفر گرامی در سالفرمان و شما بینندگان بسیار نازنین و هموطنان و محترم از شما خداحافظی میکنم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.